آریانا انقلاب در عرصه تدریس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به سلسله درس های ریاضی حساب. امیدوارم که جور صحتمند باشین و درس ها را از ابتدا کتان تعقیب کرده باشین. دوستان عزیز، ما شما در درس اعداد تام بودیم و در درس قبل درباره عملی تفریقش گپ زدیم. امروز در این درس بخیر میایم سر عملیه ضرب اعداد تام گپ میزنیم، یعنی فصل دوم حساب رسیدیم. اعداد تام است و عملی جمع و تفریق و عمومیتش خلاص کردیم، عملی ضربش خلاص میکنیم. روز در ضربش دوستایی چی رقم میکنیم؟ میفهمی که در اعداد تام خلامه وجود داره، نی اعداد آمدار هستن. اولین کاری که میکنین قدم اول به کی میتین؟ اولیت به کی میتین؟ به علامه میتین. اولین کاری که میکنین علامه را ضرب کنین. اول علامه را ضرب کنین، بعد از او عدد را ضرب کنین. تعریفش هم میتوست عملی ضرب اعداد تام چی رقم پیش میره؟ اول علامه، بعد از او چی است؟ بعد از او عدد. و علامه هم که ضرب میکنین، ایتو ضرب میکنین که پیشم گفتیم مثبت، ضرب مثبت که میشد دوست عزیز مثبت میگین. سیس هم علامه ضرب شد مثبت، منفی ضرب منفی که میگفتین دوست عزیز مثبت میگین. سیس یعنی هم علامه هستن، اعداد هم علامه که ضرب شد مثبت است. و به می شکل منفی ضرب مثبت میگفتین منفی بگوین، و اگر مثبت هم ضرب منفی میگفتین بازم منفی بگوین. سیس که ثبوتش به خیر باز در الجبر میکنیم. سیس که چی رقم ثبوت میشه؟ یک ثبوت منطقیم داره دوست عزیز که مثلا ما ایتو بگیم که از رفیقت رفیقش، اگه مثبت او رفیق بگیم منفی دشمن بگیم. از رفیقت رفیقش چیز رفیقت است، نه از رفیقت رفیقش چیت است؟ رفیقت است، اندیوالت است. پس از رفیقت رفیقت رفیقش است، میبخشین از رفیقت رفیقش رفیقت تو است. و دومش که از دشمنت دشمنش، از دشمنت دشمنش رفیقت توست، نه یعنی کسی که دشمن تو باشه او رفیقت تو میه. از دشمنت رفیقش، از دشمنت رفیقش، دشمن توم است. از رفیقت دشمنش، یعنی کسی که با رفیق دشمن است، جوابش چی میبره؟ منفی میبره. سیس منفی است. یک فلسفی برتون تو گفتم دیگه، بخیر عددی باز بخیر در جبر برتون ثبوتش میکنم. سیس اول علامه گفتیم دوستان، مثلا با ما شما چی میگیم؟ میگیم مثبت دو رو بگیرین، اول مثبت دو رو مثبت مثبت سی چی کنین دوستان؟ ضرب. اول علامه را ضرب کنیم، مثبت ضرب مثبت مثبت، دو ضرب سه شش، مثبت شش چی شد؟ جوابش شد انتبهش. اینه منفی چار ضرب مثبت پنج. اول علامه دوست عزیز منفی ده مثبت میشه منفی. سیسی منفی چار پنج بیست، مثبت منفی بیست، یا منفی پنج سیسی ضرب منفی پنج ضربش کن. اول علامه منفی ضرب منفی مثبت سیش پنج پنج بیست و پنج میشه، یعنی جوابش مثبت چند است؟ مثبت بیست و پنج. یا میگم مثبت دو ضرب منفی دو ضرب مثبت دو ضرب منفی دو، یعنی این را ضرب کنیم. اول علامه دوست عزیز مثبت ضرب منفی منفی، منفی ضرب مثبت منفی، منفی ضرب منفی مثبت، یعنی جوابش مثبت. دو دو چهار، چهار دو هشت، هشت دو شانزده، مثبت چند است؟ مثبت شانزده جوابش است به شکل. صحیح. یا فرد مثال اعداد دیگر را میگیریم، و قبل از اعداد دیگر را بگیریم دوست عزیز یک یاد ما باشه، اگر در عملی ضرب، عملی ضرب تعداد منفی ها، تعداد منفی ها، اینی منفی ها تاق بودن، تاق بودن منفی بگوییم. در عملی ضرب تعداد منفی ها چی بود؟ تاق بودن. جوابش چی بگوییم؟ منفی. چی رقم؟ مثلا میگم منفی ضرب منفی ضرب منفی ضرب منفی ضرب منفی، نه چند دانه است؟ یک دو سه چهار پنج، پنج دانه است. جوابش چی میگی؟ منفی. چرا؟ منفی ده منفی مثبت، مثبت ده منفی منفی، منفی ده منفی مثبت، مثبت ده منفی. جوابش منفی. و اگه می منفی رو دیدین که جفت بود، باز جوابش چی میگین؟ مثبت میگین. چه قسم؟ منفی ضرب منفی ضرب منفی ضرب منفی. یک دو سه چهار، چهار دانه منفی داریم مثبت میگم. چرا؟ منفی منفی مثبت، مثبت ضرب منفی منفی، منفی منفی مثبت. اون جوابش مثبت شد، چهار دانه هستن جوابش مثبت. سیس. و اگر مثبت بود دوستای عزیز مثبت، سیس مثبت، اگر تاق بود یا جفت بود، جفت جوابش چی میبره؟ مثبت. یعنی مثبت فقط از نمیگیره، یعنی اگر مثبت ضرب مثبت ضرب مثبت ضرب مثبت، میبینی که چهار دانه است، یعنی جفت هستن، جوابش مثبت میشه. چرا؟ مثبت 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 میبره. اگر تاق هم باشه دوستای عزیز بازم جوابش چی میبره؟ مثبت میبره. اند مثبت مشکل نداریم. کل گپ ده چی مشکل ما شما داریم؟ تاق هستن مثبت، ده منفی مشکل داریم. اون که اگر تاق بودن منفی میشن، اگر جفت بودن مثبت میشن. مثلا با ما سوال داده میشه منفی 3 ضرب منفی 3 ضرب منفی 3، چند دانه منفی داریم؟ 1 2 3 3 دانه، 3 دانه منفی میشه، 3 3 9 9 3 27. اینا ضربش میکنیم خلاص سوال حل میشه.
یا میگه منفی دو ضربه منفی یک ضربه منفی سه ضربه مثبت چهار ضربه مثبت دو تیره ضرب کنیم. صحیح؟ اول منفی ها را حساب کنیم. یک دو سه. سه دانه است منفی. پشت مثبت نگردیم. غلطی نمیشه اونجا. دو یک دو. دو سه. چهار میشه شش. شش چهار بیست چهار. بیست چهار دو چهل هشت. منفی چهل هشت. جواب شد منفی چهل هشت. این اول علامه ضرب میشه. بعد از او عدد ضرب میشه. مثلا منفی یک ضرب منفی دو ضرب منفی سه ضرب منفی چهار ضرب منفی چند است؟ منفی پنج. چند دانه منفی داریم؟ یک دو سه چهار پنج. پنج دانه داریم منفی میگیم. یک دو 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 سه شش شش چهار بیست چهار بیست چهار پنج یک صد و بیست. منفی یک صد و بیست جواب سوال ما شما میبره. که بخواه رسیدن به شکل علامه ضرب میشه. مثلا یک سوال دیگه هم کار میکنه. مثبت چهار بگی ده منفی سه ضرب کو بازور ده مثبت دو ضرب کو بازور ده منفی پنج ضرب کو به شکل. صحیح؟ میگیم چند دانه منفی داریم؟ دو دانه منفی مثبت میشه. پس میگیم 4 3 12 12 دو چند میشه دوست عزیز؟ 12 2 24 24 5 120 مثبت 120 جواب سوال ماست. صحیح؟ یا میگیم منفی 5 ضرب مثبت 5 ضرب مثبت 5 ضرب مثبت 5 به شکل. چند دانه منفی داریم دوست عزیز؟ یک دانه منفی داریم. منفی یک منفی. صحیح؟ منفی شو جوابش ضربش کنیم 5 5 25 25 ضرب 5 125 ضرب 5 625. جوابش میشه منفی 625. سیز دو سیز به این شکل دو سیز اول علامه را ضرب میکنیم بعد از او عددش را ضرب میکنیم. سیز دو سیز میایم سر عنوان دیگه عملیه ضرب که او عبارت از خواص عملیه ضرب اعداد تام از دو سیز است. در خواص عملیه ضرب بعضی خواص وجود داره او را یاد داشته باشیم. باید اول گپ چی است؟ خاصیت چی گفته بودیم؟ خاصیت ست بستگی که برش میگنه بستگی یا ست بسته. خاصیت ست بستگی که در اعداد تام در عملی ضربش موجود است. یعنی معنی چی است؟ اگر دو عدد تام و شما ضرب کنیم باز عدد تام میشه. مثلا اگر مثبت 2 بگیریم ضرب مثبت 3 کنیم جوابش میشه مثبت 6. عدد مثبت 2 هم تام است، مثبت 3 هم تام است، مثبت 6 هم چی شد؟ تام شد. نه خاصیت وجود داره. دیگه منفی 4 ضرب کنین ضربه مثبت 5 و ضرب میکنین جوابش مثبت ده منفی منفی 4 5 20. هر دوی منفی است، این عدد چی است؟ تام است. یه عدد تام است و یه عدد هم چی است؟ تام. هر سه شان تام است. جوابش چی میبره؟ جوابش تام میبره. صحیح شد. خاصیت دوم دوست عزیز، خاصیت دوم خاصیت چی است؟ خاصیت تبدیلی است. خاصیت تبدیلی. خاصیت تبدیلی دوست عزیز در عملی ضربش وجود داره، در عملی ضرب اعداد تام. یعنی اگر ما شما در عملی ضرب اعداد تام جاهای عوامل ضربی رو تغییر بدیم داخلش کدام تغییر نمیاد؟ یعنی به شکل اگر ای را ضرب بی کنیم مساوی با بی ضرب چی؟ بی ضرب ای. یعنی اگر مثبت 2 بگیریم ضرب منفی 3 کنیم ای مساوی با منفی 3 ضرب مثبت 2. هر دوش یک گپ است و جوابش هم چند میبره؟ منفی 6. اینجا منفی 6 اونجا منفی 6. خاصیتش تغییر نمیخواد یاد ما باشه. خاصیت سیوم گپ سیوم که از دوستای زو خاصیت چی است؟ خاصیت اتحادی است دوست عزیز. نه اتحادی، خاصیت اتحادی. خاصیت اتحادی یعنی به معنی عزیز که ما شما در عمل ضرب چندین عوامل داشته باشه. مثلا ای ضرب بی شوه ضرب سی شوه شما هر کدام عمل دو دانه که دلتان ضربش کنین مشکل نیست. ای ضرب بی میکنی بزرگ ضرب سی میکنی. اگه جوابش که باشه در حالت کمه بره. اگر ای ضرب بی شوه و باز بره ضرب سی کنین همون کمه بره. اگر ای ضرب سی کنین باز ضرب بی کنین باز همون چیز میگه. اگر بی ضرب سی کنین باز بین کته ضرب باز همون چیز است. مثلا مثبت 2 بگیرین ده منفی 3 ضرب منفی 4 ضرب کنین میگین راست هم ضرب میکنین مثبت ده منفی 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 مثبت 2 3 6 6 4 24. اگه تو پیش نمیری تو پیش برو اول یه دور ضرب کن منفی منفی مثبت 3 4 12 مثبت 12 ضرب مثبت 2 کنی مثبت 24 میتن. یا مثبت 2 ده منفی 4 ضرب کن منفی 8 کرد مثبت منفی 3 ضربش باز مثبت 24 میتن. از هر طرف که بگی خاصیت اتحادی صدق میکنه خیلی در عملی ضربشان خاصیت اتحادی وجود داره. سیز گپی چندم؟ چهارم. خاصیت چهارم بوره چی میگه؟ خاصیت عنصر عینیت. در عملی ضرب اعداد تام دوستای عزیز عنصر عینیت وجود داره. و عنصر عینیت چی است در اینجا؟ اینجا وجود داره و عبارت از عدد یک. عبارت از عدد یک است. عنصر عینیت عددی بود که در عمل داخل شوم از هر دو طرف راست و چپ کدام تغییر داخل نبیاره و در اینجا یک است که در عمل داخل میشه و کدام تغییر نمیاره. مثلا چی رقم؟ اگر ای را ضرب یک کنی ای میشه، اگر یک هم ضرب ای کنی بازم ای میشه. پس در دو حالت تغییر ناورد. یعنی یک ضرب مثبت 2 جوابش مثبت 2 دوست عزیز. اگر مثبت 2 رو بگیریم باز ضرب یک کنیم
ضرب یک بازم مثبت دوست، پس در دو حالت یک چیز میبره، خاصیتش تغییر نمیخوره. اصلاً در عملی جمع عدد تام ضرب عدد تام موجود است و عبارت چند است؟ عدد. خود دوستان خاصیت دیگه که ما شما میخوانیم، خاصیت پنجم میگیریم، نشته میکنیم خاصیت عنصر صفری. بعضی وقت یک عدد میباشه که در ضرب صفر میکنه یک عدد، و عنصر صفری عبارت است کیس دوستان در عملی ضرب وجود داره و عبارت صفر است. یعنی اگر ما شما یک عدد تام از ضرب صفر کنیم جوابش صفر میبره. یعنی چی مونم؟ اگر ما بگیریم مثلا مثبت 5 یعنی یک عدد تام است، ضرب صفر کنیم جوابش چی میبره؟ جوابش صفر. یا صفر ضرب منفی 6 شوه جوابش چی میبره؟ صفر. صفر ضرب هر عدد دوستان صفر است. مثلا صفر ضرب منفی 10 میکنیم جوابش چند میبره؟ صفر میبره. سیز صفر ده هر عدد ضرب کنید جوابش صفر میبره. بعضی وقتا که اون تکنیکام زده میشه براتون گفته میشه، مثلا براتون میگه دوستای عزیز که 50 منفی 1 نه ضرب 50 منفی 2 ضرب 50 منفی 3 همه تو ادامه بده منفی 4 همه تو بریم تا 50 منفی چند است؟ منفی 100 میگیره. حل کنید با ما سیز این تو با ما میگه تقریبا 100 دانه چیز قوس است. مسیر ساده کنین، بازی رو ساده باز کلش ساده کنین، ضربش کنین. سیسی ده اینجا ما شما اگه ایره دانه دانه ساده کنید ضربش کنید بسیار بزرگ می و ضربش هم کردن میتونیم. سیسی بهترین حالته که ما شما ده اینجا پیش رفتم می تکنیک الجبری است که تکنیک ده اینجا است که یک قوس ده اینجا وجود داره دوستای عزیز که او قوس چی رقم است؟ او قوس است که 50 منفی 50 یعنی میت که پیش میری منفی 3 منفی 4 منفی 5 منفی 6 تا میری که من 50 باز 50 کم تا پیش میری نه ده اینجا 50 منفی 50 چی میشه دوستای صفر میشه. یعنی اردو متضاد یکی دیگه هستن صفر میشه. یعنی دولت ضرب یک عدد صفری برآمد، یعنی صفر برآمد. وقتی که در ضرب صفر آمد این طرف هم کل ضرب کنید صفر بشه و این طرف هم که ضربش کنید کلشان چی میکنه؟ صفر. جوابشان چی میشه؟ صفر. بازیم تکنیک هم در یادات محسن با پیش برده میتونیم به مشکل دیگه. خاصیت دوستای عزیز خاصیت چندم است؟ ششم است و عبارت از خاصیت چی است؟ خاصیت توزیز دوستای عزیز نید؟ خاصیت توزیز. خاصیت توزیع در عملی ضرب عدد تام وجود داره. خاصیت توزیع به این معنی که دوستان عزیز ما شما یک عدد دالت ضرب داریم که دو عددی که دالت جمع و تفریق است، یا جمع هستن یا تفریق هستن. مثلا دو عدد دالت جمع و تفریق است، تو را میگه میگی این عدد ای را یا ضرب کن. صحیح است. خاصیت توزیع به این معنی که بگی هم دی ضربش کو هم دو ضربش کو در دوش ضربش کو. یعنی ر بگی دی ضرب کو ای ضرب بی کو. اگر جمع بود جمع نشته که تفریق بود تفریق نشته، باز ای ر بگی در سیم ضرب. این خاصیت توزیع میگه یعنی توزیع شد در دوشان بردوشان توضیحش کردیم. مثلا چی رقم دوستای عزیز به ما گفته میشم منفی 2 بگی در ضرب کو در مثبت 4 و منفی 5. این دو عدد دالت چی هستن؟ جمع و تفریق هستن، نه در جمع هستن. و تو را میگی منفی 2 ضرب کو. تو میتونی کی ضرب کنی؟ چی رقم میره بگی دی عدد هم ضرب کو ایره دی ضرب ضربش کو در دوش ضرب میشه. منفی در مثبت منفی 2 4 8 منفی در منفی مثبت 2 5 10. سیز دو سایز است. حالا از ده که 8 بره چند میمونه؟ 2. الان میشم از بگیریم مثبت. اگه ما تراسن عمل میکردم چیز بود از 5 که 4 بره منفی 1 منفی 1 ضرب 2 منفی 2 مثبت 2 میشم. این خاصیت با چی میگه؟ خاصیت اتحادی که در عمل ضرب وجود داره. سیز گپ هفتم ما که در ضرب باید یاد داشته باشیم توان عدد تام از دو سایز است. توان عدد چی است؟ تام. یعنی عدد تام وقتی که به توان بلند میبرین. سیز دوستای عزیز توان عدد تام اتیاد بگیرین، توان عدد تام اتیاد بگیرین که وقتی به ما شما یک عدد تام داده میشه مثلا A سیز نیست ساده یاد بگیرین دوستای عزیز. اگر A و توان از چی است؟ N است. یعنی توان داره N. در صورتی که دوستای عزیز عدد منفی باشه، یعنی وقتی ما نشته کنیم که منفی A و توان N، یعنی عدد اگر چی باشه؟ توان عدد منفی باشه، خود عدد منفی باشه. سیز یعنی قاعده منفی است. قاعده چی است؟ منفی است و ای توان داشته باشه. دو گفت دیگه یاد بگیرین. توان اگه این جفت بود، جفت این عدد چی بود؟ جفت. جواب زیره بتین مثبت ای بنما، یعنی جوابش مثبت است. و اگه این تاق بود جوابش بتین منفی ای بنما چند میشه؟ نفهمیدین مثلا چی رقم دوسته؟ ببینین میگم منفی 2 به توان مثلا 4، قاعده منفی است، توانش از جفت، جوابش هم میتیم مثبت 2 به نمای چند 4. ثبوتش هم اگه با ما بگه میگیم به این معناست که منفی در خود 4 دفعه ضرب شده، و وقتی که منفی در خود جفت دفعه ضرب شده جوابش چی میبره؟ مثبت میبره. میتونی که ساده شم کنی 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 4 دفعه ضربش کنی. سیز دیگه مثلا دیگهش به مثلا منفی 3 به نمای 10. سیز قاعده منفی است، توانش از جفت، جوابش چی میبره؟ مثبت 3 به نمای چند؟ 3 به نمای 10. یا منفی 5 به نمای 100. سیز قاعده منفی است، توان جفت، مثبت 5 بنمای چند؟ 100. پس یادتان باشه قاعده منفی بود، توان جفت، جوابش مثبت بود. و اگر ایتو بود که منفی
دو به نمای سه. قاعده منفی توان تاق بود. جوابش منفی بگویم. منفی دو به نمای سه. چرا؟ تاق باشه تاق دفع ضرب میشه منفی و تاق دفع منفی ضرب شد جوابش منفی میبره. صحیح؟ دیگه مثلا منفی سه به نمای نو. قاعده منفی است توان تاق. منفی سه به نمای نو. دیگه منفی سه به نمای 101. قاعده منفی توان تاق است منفی سه به نمای 101. یعنی گپ باید یاد ما باشه. قاعده که منفی بود توان میبینیم. جفت مثبت تاقش منفی. گپ خلاصی دیدیم در توان علا تا قاطی گپ ها که از همینجا میخوانی کش کنیم کتان اگر یاد نگرفته باز ویدو رو بیونش حالی یاد میگیرین سیس و اگر عدد مثبت بود عدد مثبت توانش این توان داشت عدد مثبت اگر این تاق هم بود دوستای عزیز یا این جفت بود در هر دو حالت جوابش چی میبرای مثبت چون به مثبت تاق جفت مانا نمیتنی هر حالت شما مثبت میشه مثلا مثبت دو به توان چار قاعده جفت قاعده مثبت توان جفت است مثبت 2 به نمای 4 چرا مثبت 4 دفعه ضرب شد مثبت است اگه بگیم مثبت 2 به نمای 10 یا فرض مثال 7 بازم میگیم قاعده مثبت توان تاق مثبت 2 به نمای چند است 7 به خاطر اینکه تاق هم شما جوابش میبره مثبت کی نگا هم خوب است که تا اینجا یاد گرفته با یاد بگیریم باز بخیر پسان که در الجبر رسیدیم در موضوع طاقت است در طاقت کیره بخونید باز بهتر میفهمین باز سوالک هاشم در اونجا کار میکنیم سیس حالا فقط می تعریفه که شمی گفت که یاد بگیرین سیس شد این بود دو سیس عملی ضرب عدد تام امیدوارم که یک چیز یاد گرفته باشین نقاط مهمش در کتاب چکتان بگیرین روز خوش پانتون بخون.